در آستانه ماه مبارک رمضان و طبق روال هر ساله مرجعیت شیعه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی مدظله در حضور انبوه مبلغان دینی شهرهای مقدس قوم مشهد، اصفهان، کاشان، تهران و برخی مناطق دیگر به سخرانی پرداخته و رهنمودهایی به مبلغان حاضر ابلاغ فرمودند. به گزارش شیعه ویوز، معظم الله در این رهنمودها بر ضرورت تبلیغ دین تهذیب نفس و بهرهگیری از ماه رمضان برای اصلاح خیش و همچنین ضرورت معرفی شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام به دیگران خصوصا به غیر مسلمانان مطالبی بیان فرمودند مرجعیت شیعه فرمودند ای که در ابتدا واجب کفایی بود اما امروز به دلیل عدم کفایت به واجب عینی بدل گردیده مسئله دفاع از خدای عز وجل رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام است مرجعیت تاکید کردند به تعداد شبکه های ماهوارهی منحرف کننده توجه نکنید و با استفاده از همین شبکه های شیعی موجود روشنگری نمایید بدانید که تلاش شما نتیجه خواهد داد و ما موفق خواهیم شد مرجعیت شیعه در ادامه افزودن تا زمانی که در دنیا زلالت و فساد هست تبلیغ نیز واجب کفایی است و تا زمانی که به مقدار کفایت به این امر پرداخته نشود بر همگان واجب عینی است ایشان با اشاره به اعدام تعدادی از شیعیان در عربستان سعودی فرمودن عملکرد بنی امیه ها و بنی عباس ها آبرویی برای اسلام باقی نگذاشت لذا شاهد بودیم که دی از جوانان شیعه را تنها به دلیل اینکه در تظاهرات شرکت کرده بودند اعدام کردند مرجعیت شیعه با اشاره به سیره پیامبر اکرم و امیر مؤمنان علیهم السلام در تعامل با مخالفان خود فرمودند چه کسی باید به جهان برساند که پیامبر اکرم و امیر مؤمنان علیه السلام یک نفر از مخالفان خود را اعدام نکردند اسلام در دنیای امروزی مورد اتهام قرار گرفته است چه کسی باید از اسلام رفع اتهام کند آیا جفا است که سیره امیر مؤمنان علیه السلام را به دنیا عرضه نکنیم معظم الله در پایان سخنان خود با اشاره به کشورهای اسلامی افزودند اگر ظاهرا امروز امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در بین ما نیستند سیره ایشان موجود است و حکومت های اسلامی باید به با آن عمل کرده و به جهانیان نیز برسانند این امر وظیفه واجبی بر عهده همگان بوده و ماه مبارک رمضان بهار تبلیغ این سیره است